با درود به شما دوستان، سپاسگزار خداوندم که من فرصت داد با شما صحبت کنم. من رضا فرهادی هستم و خوشحالم که این ویدیو رو تماشا میکنید. چند تا نکته به ذهن هم اومد دوستان که گفتم بیام با شما در میون بذارم، شاید که به دردتون بخوره اگر قصد مهاجرت و زندگی در کشور دانمارک رو دارید. اما قبلش گفتم که یه نکته رو با شما در میون بذارم که واقعا من خیلی لذت میبرم از این دانمارکی‌ها. تا دورافتاده ترین روستا یا شهری که در دانمارک هست شما برین، البته دورافتاده که چرس کنم همشون تمام امکانات شهر پیشرفته رو دارن، ولی به هر حال اگه دورافتاده ترین شهر و یا روستای کشور دانمارک هم برین، شما به محض اینکه اون یه چیز دانمارکی به شما میگه و شما بگین ساری یا بگین وات، نمیفهمین چی میگه، سری سویش میکنه به انگلیسی، سری به انگلیسی جوابتون رو میده. و من خیلی لذت میبرم از این سطح سواد دانمارکی‌ها که واقعا به انگلیسی مسلط هستن. حتی سوپرمارکت ها یا شما میخواین تیکت بگیرین یا هر جا کارتون با مشکل بخوره، اون شخص سری سویچ میکنه به انگلیسی و کار شما رو انجام میده. و واقعا من کیف میکنم وقتی دانمارکی ها رو میبینم، انقدر خوب انگلیسی صحبت میکنن و هیچ مشکلی ندارن از اینکه سویچ کنن روی انگلیسی و با شخصی که دانمارکی بلد نیست انگلیسی صحبت بکنن. هیچ وبای ندارن، هیچ گونه گارد دفاعی ندارن مثل کشورهای دیگه. مثلا آلمان که میریم بهشون میگی نمیفهمم، هیچ اصلا این خیالشون نیست، هیچ انگلیسی با صحبت نمیکنن، ولی دانمارکی‌ها با روی باز و لب خندون با شما انگلیسی صحبت میکنن. تو نکته رو می‌خواستم بگم خیلی کوتاه، تا یادم نرفته اومدم این ویدیو رو هم دارم توی پارکینگ فروشگاه فوتکس میگیرم براتون. از کار دارم میرم خونه، گفتم که یه خریدی بکنم و با شما دوستانی صحبتی داشته باشم. نکته کوچیک یادداشت کردم، وقتی که شما میخواین مهاجرت میکنید و نه تنها به دانمارک بلکه به هر کشور دیگه میرید، حتما اولین فرصت وضعیت حساب بانکیتون رو مشخص بکنید. وقتی که حالا کارهای ویزاتون، چون معمولا حساب بانکی معمولا یک آدرس از شما میخواد و کارت ویزاتون هم میخواد، وقتی که تکلیف ویزاتون و اقامتتون مشخص شد، اولین کاری که میکنید حتما یک حساب بانکی برای خودتون باز بکنید. در دانمارک دوستان ویدیو درست کرده بودن و گفته بودن که چه بانک‌هایی برای ایرانی‌ها حساب باز می‌کنه. فکر کنم همون بانک آبایده بانک هست که برای ایرانی‌ها حساب باز می‌کنه. گرچه من خودم وبسایت و بانک آنلاین رولوت رو به دوستان پیشنهاد می‌کنم. بد نیست که یک حساب بانکی در بانک آنلاین رولوت هم شما دوستان درست بکنید. تیپ بعدی که می‌خواستم به شما بگم این که وقتی که قیمتی رو می‌بینید به هیچ وجه اون رو تبدیل نکنید. قیمتا همینی که هست، حالا نگیم به ایرانی چقدر میشه، به حالا ارزای دیگه سعی کنید تبدیل نکنید. قیمتا رو معمولا همونجوری که هستن، با همون نرخی که با همون در واقع واحد پولی که در اون کشور هست، شما اونها رو سعی بکنید که در نظر بگیرید. خودتون اذیت نکنید با تبدیل کردن، نه چیزی عوض میشه نه چیزی شما متوجه میشید. اون قیمت های اون کشور بسته به حقوقشون و میزان مالیاتشون قیمت ها تعیین میشه. نکته بعدی، تمام کارهایی که مربوط به مدرک هایی هست که شما توی اون کشور نیاز دارید، سعی کنید در اسرع وقت انجام بدید. مثلا گرفتن گواهینامه یا چیزهای از این قبیل، نگین که حالا ماشین ندارم گواهینامه در دارم نمیخوره، سعی بکنید حتما اون مدارک رو بگیرید. باعث میشه که شما خیلی زودتر توی اون کشوری که قصد دارید توی زندگی بکنید ستل بشین، راه و چاه یاد بگیرین و وارد جامعه بشین. خب دوستان، خیلی ممنون که این ویدیو کوتاه رو تماشا کردید و باز هم سعی میکنم براتون از این ویدیوهای کوتاه بگیرم. اگه نکته مطلبی چیزی به ذهنم رسید براتون ویدیو میگیرم. شما اگه سوالی دارید زیر این ویدیو کامنت بکنید، خیلی خوشحال میشم که کامنت های شما رو میبینم و لایک های شما برای این ویدیو به من انگیزه میده و همچنین سابسکریپشن شما به من انگیزه میده که ویدیوهای بیشتری رو برای شما دوستان درست بکنم. خب امیدوارم که همیشه سالم، ثروتمند و سعادتمند باشید. تا ویدیوی دیگه، فعلا خدا نگهدار. Told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, I don't wanna let myself